سه کار است که اگر ما اینها را انجام بدهیم تمام غمها و محزونیت ها و دلتنگی ها و دلگرفتگی های ما رفع می شود نصف سری قرآن است اولا باید بدانیم که به اصطلاح دلتنگی از کجا پیدا می شود چرا گاه وقت ما خواسته و ناخواسته غمگین و پریشان می شود؟ یک از شنیدن حرفها و قضاوت های بی جای مردم توصیه من برای عزیزان من این است که بگذارید مردم هرچی قضاوت میکنن بکنن هرچی میگویند میگوین بگوین میخواهند بکنن شخصیت انسان یکی پیش وجدان خودش معلوم است که کی هست یکی پیش رب العالمین معلوم است الله که همه چیز رو میداند او به کل شین علیم بر همه چیز دانا است و خودی انسانم میداند که شخصیت من چیگونه یک شخصیت است من خوب هستم یا بد است خوبی هایم بیشتر است یا بدی هایم نف دارم یا ضرر دارم انسان مفیدم یا مذرم. خودیت میدونی بس. مردم به اساس هایشان قضاوت میکنن. اگر از شما به اون نفعی رسید، اگر چاپلوسیش کردی، اگر تعریف و توصیفیش کردی، اگر به دلش حرف زدی، اگر به طبق خواستش حرکت کردی، ازید خوش از تعریفیت میکنن اما زمانی که مخالف فکر شرکت کردی زمانی که مخالف میلش رفتار کردی زمانی که برش چیزی ندادی همون دوستی دیروز دشمن امروزت می شود اینو به یاد داشته باشید. من بارها گفتم موقف انسان در برابر الله که الله هست حتی همین است وقتی رب العالمین برش چیزی میده میگه رب اکرمنی وقتی ازش چیزی میگیره میگه رب اهاننی پروردگار مرا توهین کرد همین کسی که پیشتر میگفت ربی اکرمانی رب, رب مرا اکرام کرده حالا میگه ربی رب اهانانی وقتی در برابر الله این گونه باشه به ما خود دیگه چی گونه است نکته دوم این را بدانید به هر سطحی باشید مردم در مورد شما حرف میزنند از حرف مردم شما محفوظ نمیمانید خدا که خدا هست در موردش مردم گفت گپ ها زدن و پیغمبر که بهترین انسان است در موردش صحبت ها کردن برای اصحاب رسول الله گفتن برای تابعین گفتن تبعی تابعین گفتن به ما خودی هم میگه پس یکی از جمله عامل دلگرفتگی چی است حرف مردم به قضاوت های مردم است حرف های مردم را نادیده بگیرید هیچ فکر کنید اصلا نشید با هر که سر چی میگه بگه روزی پی میبرد با قضاوت بیجا و با تومت ها و با حرف هایی که گفته نکته دوم یا عامل دوم مصیبت ها و سختی های زندگی گاه وقتی سبب میشه که ما دل گرفته بشیم خب زندگی خالی از مشکلات نیست عزیزان من تو بخوای یا نخوای زندگی سختی داره در زندگی مریضی هست در زندگی مصیبت هست در زندگی فقر هست در زندگی سختی ها و مشکلات هست در زندگی پروپاگند و تومت های ناحق هست پس به با برابر مشکلات زندگی کوشش بکن که صابر و ثابت قدم باشی و دلتنگ نشویزی این هم نکته دوم نکته سوم که سبب دلتنگی ما میگردد چیست اعراض از ذکر الله تبارک و تعالی الله سبحانه و تعالی میفرمد و من اعرض عن ذکری فان لهم معيشه ضنكا و نحشره يوم القيامه هم. کسایی که پشت بر رب میکنن از ذکر یاد الله فرار میکنن میگوریزن الله زندگی برای اینها تنگ میگرداند نه تنها که برای دلتنگی پیدا میشه بلکه زمینی با این وسعت و بزرگی هم برای تنگ میشه زندگی کردن این سه چیز عامل دلتنگی ماست اول حرف و قضاوت های بی جای مردم دوم سختی ها و محنت های زندگی سومش دوری از و غفلت از الله تبارک بتالا اما رای حل چیست؟ الله تبارک بتالا سه تا رای حل گذاشته در قرآن برای رفع دلتنگی ما خوب دقت بکنید الله سبحانه و تعالی می ولقد نعلم انک يضيق صدرك بما يقولون بتحقيق رب العالمین ميدانت آنچی در دل هاست او علیم بذات ذات صدور است پروردگارت میداند ای پیغمبر که تو با شنیدن حرف ها و قضاوت های بی جای مردم دلتنگ میشه خیلی دلت گرفته میشه چی زیباست این آیت قرآن یعنی پیغمبرم که پیغمبر بود تأثیر میکرد این حرف های مردم قضاوت های بی جای مردم تومت های مردم خواه یا خواسته یا نخواسته روی انسان تأثیر میکنه اما راي هلش چيز الله تبارك و تعالی ميفرمد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اولا بي ایمان داشته باش که الله ميداند اون چي كه مردم در مورديت ميگويند باشه كه بگويند همين كه رب العالمين ميداند همين كفايت ميکند اليس الله بكاف عبد اي الله كفايت نميكند به مو خوديت والله على كل شيء شهيد بر همه چيز او گواه و دانا است كه آيا مردم راست ميگن يا دروغ حرفشان صادق است يا كذب تهمت است یا به اصطلاح به حق است باشه بگویم ولقد نعلم انك يضيق صدرک بما یقولون، به تحقیق که الله تبارک و تعالی میداند که در دل, تو تنگی پیدا می شود با آنچه که در موردت قضاوت می شود ای پیغمبر حالا ست رای حل رو را میگوید رای حل چیست رای حل اول فسبح بحمد ربك تسبیح رب العالمین رو بگو حمد پروردگار رو بگو یعنی يعني زمانی که بر دلتنگی شد سبحان الله استغفر الله الله أكبر لا اله الا الله الحمد لله یا يا رحمان یا يا رحیم یا ستار يا رب العالمین بخوان تسبیح رب العالمين رو بگو این دلتنگی برطرف يقرأ این یک راه دوم الله تبارک و تعالی چی وَكُمْ من الساجدین برو سرت به سجده بگذار وضو بگیر دو رکعت نماز سجاده ای بکن دو رکعت نماز بخوان سری تا به سجده بگذار تمام درد دل تا با خالق زمین و آسمان بکن برای الله بگو که تو میدانی که آنچی در موردم قضاوت میکنن دروغ میگویند برای الله بگو آنچی که تو میدانی که در موردم میگویند دروغ میگویند حرفشان صحت نداره قضاوت بیجا میکنن از روی جهالت حرف میزنن از روی عقده و حسادت حرف میزنن از روی کینه و بغض و دشمنی حرف میزنن از روی بخیلی در موردیم این قضاوت میکنن بگو با خالقیت به الله بگو که پروردگارا اگر دلتنگید از سختی هاست بگو یا الله این سختی ها را تو برطرف کن او قادر توان از سختی ها را برطرف میکن او قادر توان از سختی ها را برطرف میکن اگر از ذکر و یادش احراز کردی با الله بگو پروردگارا من آمدم حالا ففیر رو الله به الله باز بگرد و فرار بکن به طرف الله تبارک و تعالی وكم من و من الساجدین سر تو سجده بس. و میدانید که نزدیکترین لحظه بنده به خدا لحظه سجده است واسجد وقت قریب سجده کن به خدا نزدیک میشی بس این آیت قرانه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند هیچ لحظه بنده مؤمن به خداوند نزدیکتر نمی شود از لحظه سجده در سجده تو اخ دل برطرف میشه ای دو راهکار سوم وعبد ربک حتی یاتیک الیقین با مسیرت ادامه بدی مستقیم باش نه با سختی ها نه با قضاوت های بی جا نه به اصطلاح با پروپاگاندا و تومت های مردم یک وجب از مسیر اهدافت عقب نرو برو تو کارته بکن ادامه بدی باش مردم قضاوت بکنن هر چی که میگن و عبد ربک پروردگارت پرستش بکن نماز بخوان روزه بگیر حج برو قران تلاوت بکن سخاوت داشته باش منفعت برسان اخلاق تعهد صداقت داشته باش تا زمانی که مرگ به سراغت میاه این سه چیز برای رفع دلتنگی های ماست به نص سریح قرآن اونهایی که میگوین چه کار باید بکنیم کدام دعا را بخوانیم که دلتنگی های و دلگرفتگی های ما برطرف بشه این سه چیز را الله تبارک به تعالی در قرآن به ما معرفی کرده ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك تسبيح حمد پروردگار وكم من الساجدين سجد بر رب العالمين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين تا زمانك مرك بسراقت مياه در عبادت مستقيم باش در أهداف مستقيم